سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین، و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. شب گذشته بچه‌های غیور شهر زیبا و قدیمی و باستانی بهبهان به خیابان‌ها آمدند تا آغاز کنند رستاخیزی رو که همه ما منتظرشیم. این بار قرعه به نام شهر بهبهان افتاد، شهری که به مانند سایر شهرهای به خاک و خون کشیده شده خوزستان هنوز آثار جنگی که با تبانی یک بیمار روانی ضد ایرانی، یک انیرانی به نام روح الله الموسوی الخمینی، با صدام حسین، او هم یک بیمار روانی بود، دو بیمار روانی که هر دو قسم خورده بودند به عنوان نوکران بیگانه
تأسیسات نفتی دو کشور رو، تأسیسات صنعتی دو کشور رو نیست و نابود بکنن و موفق هم شده. همونطور که خمینی آخوند جنایتکار، او دشمن ایران و ایرانی بود، صدام هم دشمن عراق و عراقی ها بود، فقط با این تفاوت که صدام حسین به خودش رنگ و لعاب ناسیونالیسم عرب زده بود و خمینی به خودش رنگ و لعاب امام و جانشین برحق آقا امام زمان. هیچ رهبر عاقلی، هیچ رهبر با شرفی، هیچ رهبر دلسوزی، هیچ رهبری که دلش برای کشورش، برای ملتش بسوزه، هیچ وقت حاضر نمیشه دست به یک چنین کار احمقانه بزنه و کشور رو بکشه به جنگ و به خونریزی و این بلاها رو بر سر ملت خودش بیاره. ولی خب از اونجایی که عرضم به حضور شما هر دوی این دو بیمار روانی ضد کشورشون بودن، خب طبیعی بود که باید این کار رو میکردن. اما بچه ها در بهبهان به خیابان ها آمدن، خیلی خوب آمدن، خیلی خوش آمدن، خیلی قشنگ کار کردن، چنان ضربه مهلکی بر پیکر پوسیده فرقه تبهکاران کوبیدن که هیچ کس منتظر چنین ضربه‌ای نبود. و بلافاصله خبر از بهبهان رسید به نوادگان ابو مسلم خراسانی، بچه ها در مشهد به خیابون آمدن، یکی از شهرهای کلیدی و مهم کشورمون که همیشه در جنبش های ملی، در جنبش های میهنی یار و یاور ملت ایران بوده. مردان و زنان، مردم سخت کوش، مردم خوب خراسان عزیزم. و بلافاصله خبر به شیراز رسید، شهر عشق، شهر شراب، شهر شعر، شهر ادبیات پارسی، شهر حافظ و سعدی، شهری که همیشه ایستاد تا کشورمون سرپاش بمونه، شهری که آنقدر پیره و اساساً اون منطقه استان پارس آنقدر پیره که به گفته خود اهالی آن منطقه شیراز به مانند شرابش بسیار کهنه است. بچه های عزیز در شیراز به خیابون ها اومدن. گزارش ها حاکی از درگیری بوده بین مردم در شیراز، در مشهد، در بهبهان، در برابر نیروهای سرکوبگر فرقه تبهکاران که وجودشون کاملا از ترس و از وحشت لبریز بود. چهره نیروهای سرکوبگری که میدیدی گیج بودن، چون از بالا بالاها بهشون گفتن این بار کارمون جدی جدی تمام است. اون سه بار قبلی توانستیم به هر طریقی بود سرکوب کنیم، اما این بار مثل دیماه نیست، مثل آبان ماه نیست. بچه ها وقتی که در برابر آرامگاه کوروش بزرگ سه سال پیش آمدن و تکلیف رو روشن کردن و گفتن ما آریایی هستیم، عرب نمی پرستیم، کوروش پدر ماست، ایران وطن ماست، تکلیف اونجا روشن شد. آنجا بود که انگلیس ها، روس ها، چپ جهان، حزب دموکرات امریکا، تمام دشمنان قسم خورده ایران و ایرانی فهمیدن که دیگه فایده نداره. میلیاردها دلار، میلیاردها مارک، میلیاردها فرانک، میلیاردها پوند،
میلیاردها یورو خرج کردیم تا پهلویست را در ایران نابود کنیم، اما موفق نشدیم. نتوانستیم که نام پر افتخار پهلوی رو از بین ببریم، نتونستیم کاری کنیم که ملت ایران فراموش بکنه رضا شاه بزرگ رو، آریا مهر بزرگ رو، فراموش بکنه این دو خدای نامی ایران و جهان رو. جزوه ها چاپ کردیم، کتاب ها چاپ کردیم، فیلم ها ساختیم، سریال ها ساختیم در خارج از کشور توسط عواملمون تا توانستیم پهلوی رو کوبیدیم. کاری کردیم که در 30 سال پس از رفتن آریا مهر بزرگ از ایران هیچ کس راجع به پهلوی در دنیا حرف نمی زد. اگر گهگاهی بعضی مجلات روزنامه ها چیزی می نوشتن به خاطر این بود که بگن ما مطبوعاتمون آزاده، دروغ می گفتن. گهگاهی عکسایی از خاندان پر افتخار پهلوی چاپ می شد. اگر اتفاقاتی می افتاد مثل پرواز لیلای عزیز، علیرضای عزیز، یا احیانا مصاحبه‌ای به مناسبت‌های مختلف با ملکه مشرق زمین اولیاعظم شهبانو فرح پهلوی، یا احتمالاً یه صحبت‌های چند خطی راجع به ولیعهد سابق ایران، فرزند آخرین پادشاه ایران، و در حد و حدودی بود که بگن ما مطبوعاتمون آزاده، هنوز با پهلوی ها صحبت میکنیم. دقیقا طوری در مورد پهلوی مینوشتن که انگار دارن راجع به پادشاهان سابق، شاهزادگان سابق اروپا مینویسن، راجع به مثلا کنستانتین یونانی مینویسن، راجع به شاهزادگان باقی مانده از سلسله سلطنت ایتالیا مینویسن، مثل برخی از روزنامه های نه چندان معتبر و تقریبا بی نام و نشان آلمانی که گهگاهی راجع به خاندان سلطنتی آلمانی چیزایی می نویسه که مثلا شاهزاده خانوم پترا نوه مثلا ویلهام دوم، ویلهام اول مثلا در هانوفر دیده شده با یک دوست پسر سیاه پوستش، یه چند تا عکس و در همینه. به راستی نمیدانم نفهمن یا خودشان را به نفهمی زدن. بعضی موقع میگم که نه، نفهم نیستن. اگر نفهم بودن که شاهنامه رو بهتر از ما بلد نبودن. اروپاییان نفهم نیستن، یعنی مقصودم آنهایی که در رأس قدرتن، اون بالا مالاهان تو تبیده شماره 10، تو قصر ورسای، قصری که اشغال شده بود و با کمک امریکایی‌ها و انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها پسش گرفتن که هنوز دارن تاوان اون بازپسگیری رو میدن، هنوز مجبورن که کفش‌های امریکایی‌ها و انگلیس‌ها رو جفت کنن، واکس بزنن، پاک کنن. میدونن که ریشه داره این سلطنت، ریشه داره پادشاهی در ایران، میدونن که پهلوی یعنی چی، میدونن که باید پهلوی رو طوری نابودش بکنن که اثری ازش نمونه. منتها سوال اینجاست، پهلوی که یک پل چوبی نیست که یه بمب بذارید این ور پل، یه بمب بذارید اون ور پل، منفجر بشه این پل بریزه و دیگه راه ارتباطی بین این صخره از بین بره. پهلوی حتی یک پل سیمانی و بتونی هم نیست که با بمب‌های بیشتری، با افزایش به مواد TNT منفجر کننده بتونی نابودش کنی. پهلوی یک شهری مثل ناکازاکی حتی نیست که با یک بمب اتم تقریبا تا امروز بتونی ازش به عنوان یک شهری که آثار اورانیوم زیاد به اون شکل باقی نمونده ولی پاک پاک هم نشده از تولد بچه‌ها و از خیلی مسائل، هنوز چاپای اون اورانیوم در ناکازاکی و هیروشیما معلوم. پهلوی دهلی نو نیست که تمامش خلاصه بشه به چند تا معبد و
و به چند تا هر حال ستون به جا مانده از خیلی داستان ها. پهلوی به مانند امپراتوری ژاپن نیست که اونو بیارن در کشتی و بگن کاپیتولاسیون رو امضا کن. پهلوی به مانند 70 سال حکومت کمونیستی در شوروی نبود که با چند تا تبلیغات از این طرف و اون طرف با یک رادیو آزاد از پراگ سرانجام کار بکشه به جایی که رونالد ریگن بگه آقای گورباچوف درها رو باز کنید بو گندش زده بیرون. پهلوی یک فلسفه است. رضا شاه بزرگ نیومد به مانند آقا محمد خان اخته یا دیگران که اخته نبودند، ولی تاریخ اونها رو اخته کرد. رضا شاه بزرگ نیومده بود که فقط بگه من شاه ایرانم و یک سلسله موروثی دارم به نام پهلوی، این تاجم میزنم رو سرم، میخوام ایرانو بسازم، اگه تونستم نتونستم خدافظ. خیر، رضا شاه بزرگ اومد بنیادی رو در ایران نهاد که شما با هیچ بمب اتمی، با هیچ واتر بمبی، با هیچ مواد منفجره، با هیچی نمیتونی این آثار رو تخریب کنی. شما میتونی دانشگاه تهران رو تبدیل کنی به نمازخونه، به مسجد. شما میتوانی نام خیابان پهلوی رو بذاری ولی عصر. شما میتوانی نام بیمارستان پهلوی رو به دروغ بذاری امام خمینی. شما میتوانی تمام آثار پهلوی اول و دوم رو ناماشون عوض کنی، از بین ببریدشون. مثل اینکه شما میتونید الان برید تخت جمشید رو با خاک یکسان کنید، ولی شما نمیتونید آثار به جا مانده از تخت جمشید رو از روح و جسم ایرانی پاک کنید. پهلوی یک فلسفه‌ای رو در ایران آورد. پهلوی پس از 1400 سال که البته چند تنی سعی کردن تا حدودی هم موفق شدن، ولی نه کامل، چون موقعیت نداشتن، تکنولوژی نبود، شرایط به مانند دوران پهلوی نبود، به مانند نادرشاه بزرگ، این بزرگ تاریخ ایران و حداقل تاریخ منطقه خاورمیانه، اگر نگیم از بزرگان جهان که بود، نادر از بزرگان جهان بود، به راستی نادر، نادر بود، یگانه بود، بی نظیر بود، بی بدیل بود. او ارق ملی رو در بین ایرانیان آورد، پرورش داد و به عبارتی پرچم ناسیونالیسم رو در ایران او یک بار دیگه در دست گرفت. پیش از او یعقوب لیث صفاری، بنیانگذار سلسله صفاریان، که به راستی توانسته بود تا ترمیم بکنه آثار به جا مانده از تجاوز تازیان با نقشه قبلی و به فرمان یا به رهبری و به سرداری عمر خطاب، و چند تن دیگری در ایران تا حدودی موفق شدن که یک بار دیگه ناسیونالیست رو در ایران در قلب و روح ایرانیان پرورش بدن، بیدار بکنن ناسیونالیست رو، به مانند کریم خان زند، که به راستی کریم خان نیست، یکی از بزرگان تاریخ مملکت ماست، که تاریخ متاسفانه به هم به کریم خان و هم به لطفعلی خان کم لطفی کرد. خودشونم نمیخواستن که زیاد بزرگ تاریخ بشن، ولی بعضی موقع آدمایی بزرگ میشن تو تاریخ، حتی اگه خودشونم نخوان تعارفم بکنن که نه من نمیخوام شاه بشم، من اصلا به فکر تاج و تخت نیستم، من نمیخوام تو کاخ برم، من نمیخوام برم بشینم فقط ریاست بکنم دستور بدم، من هم یک شهروندم و تا موقعی که ایران من آزاد بشه در کنار شما، بعد از اون هر نقشی رو شما برای من تعیین کنید من در خدمت شما. خب اینها انسانهای والایی هستن که حرف دلشونم میزنن، واقعا هم لوتی صفت و خاکی هستن، ولی تاریخ با کسی تعارف نداره. تاریخ وقتی که به کسی لقب کبیر یا بزرگ رو میده، شما نمیتونید دست رد به سینه تاریخ بزنید، چون
هیچ کس در برابر تاریخ نمیتونه مقاومت بکنه. هیچ کس در دنیا از پهلوان افسانه یونانیان هرکولس تا پهلوان افسانه ایرانیان رستم تا سایر پهلوانهای افسانه‌ای که هر قصه‌ای، هر قومی، هر قبیله‌ای، هر کشوری، هر منطقه‌ای برای خودش داره، با تمام زورشون نمیتوانن در برابر تاریخ مقاومت بکنن. هیچ کس نمیتونه کنده تاریخ رو بکشه، هیچ کس نمیتونه زیر خم تاریخ رو بگیره. هیچ کس، نه اسکندر مقدونی توانست، نه هیتلر، نه چنگیز، نه موسولینی، نه خمینی، نه بن لادن، نه تیمور لنگ و نه هیچ کس دیگه. هیچ کس نمیتونه، و نه جوزف استالین و نه سایر دیکتاتورها و آدمکش‌های جهان. حتی آدم‌های خوب جهان هم نتونستن در برابر تاریخ مقاومت بکنن. آنهایی که پرهیز می‌کردن از القابی چون بزرگ، قهرمان، سردار ملی، سالار ملی، نجات دهنده و و، چون این تاریخ که به تو میگه تو پس از مرگ نامت چه خواهد بود. بعضی موقع تاریخ به بعضی از انسان‌ها خیلی لطف داره، با یک چشم عاشقانه و با یک چشم دیگری به شخص نگاه میکنه. به مانند آریامهر بزرگ که پیش از این که چشم از جهان فرو ببندن و این مصیبت بزرگ رو بر دوش همه ما بگذارن، به چشمان خود دیدن، خدا رو شکر به گوشهای خود شنیدن، نه به صورت شایعه، بلکه تمام گزارشات حاکی از آن بود که پس از خروج آن بزرگمرد، آن ابرمرد تاریخ ایران و جهان، ملتش در خیابانها، در کوی و برزن، در همه جا بسیار بسیار بیپروا و بلند میگفتن چه اشتباه کردیم، چه انقلاب کردیم. اساسا این شعار پس از 5-6 ماه که ایران آریایی ما توسط فرقه تبهکاران و همدستان چپ و راستشون اشغال شده بود، از دهان مردم ایران بیرون آمد. چه بد کردیم، ای شاه خوبان برگرد به ایران. و زمانی که آن ابرمرد تاریخ چشم از جهان فرو بست و پیش از آن که چشم از جهان فرو ببندد، تاریخ به آن خدای ایران زمین نشان داد که تو جزو بزرگان تاریخی. حالا همانطور که خودت در برابر آرامگاه کوروش بزرگ گفتی آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم، آریامهر آسوده بخواب زیرا که ملتت به اشتباه خودش پی برد و پسر تو به ایران بر میگردونه. این ملت این کار رو خواهد کرد. مشخص نیست کدام نسل، ولی آنچه که مشخص است این است که این ملت پسر تو رو به ایران بر میگردونه. صحبت بر سر پسر تو نیست، صحبت بر سر پسر محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه آریامهر بزرگ نیست، صحبت بر سر بازگشت فلسفه پهلوی است به ایرانه و تاریخ با هیچ کس تعارف نداره. سرانجام یک نسل به خیابان ها آمد، در برابر آرامگاه کوروش بزرگ به صورت عریان، به صورت آشکار، بی پرده، بسیار بسیار شجاعانه، محکم، مستحکم ایستاد، در برابر بنیانگذار سلسله مقتدر هخامنشیان ایستاد، در برابر بنیانگذار دولت شاهنشاهی ایران ایستاد، در برابر شاه شاهان، شاه بزرگ، شاه هخامنشی، شاه پارس، شاه بابل، شاه جهان ایستاد و گفت ما آریایی هستیم، عرب نمی پرستیم. معنای این شعار آنقدر وسیعه، آنقدر پرمعناست که شاید خیلی ها یا عده‌ای، اکثریتی، اقلیتی، تعدادی در همان لحظه که این شعار رو می دادن یا این شعار رو می شنیدن، چه آنهایی که آنجا حضور داشتن و خوشا به حالشان که آنها تاریخ را نوشتن، چه آنهایی که از راه دور یا دورترها گوش می دادن، متوجه نشدن که این شعار و کسانی که پدید آورنده این شعار بودن، پدید آورنده این
کلام بسیار بسیار زیبا و تاریخ ساز بودن چه دارن میگن. ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. صحبت بر سر عرب ستیزی نیست، صحبت بر سر دشمنی با نژاد عرب، با سایر نژادها نیست. اساسا ایرانیان به ویژه میهن پرستان جنگ و دعوایی با قوم و قبیله ای ندارن. تمام صحبت ما بر سر این است که هر انسانی آزاد است، که هر مذهبی، هر مرامی، هر مسلکی، هر ایدئولوژی رو که دوست داره داشته باشه. دعوا از اونجا آغاز میشه، جنگ از آنجا آغاز می شود، ستیز و نبرد از آنجا آغاز می شود که ما می گوییم باید نخست میهن پرست بود و بعد به ایدئولوژی فکر کرد. دعوا از آنجا آغاز می شود که ما می گوییم مهم این نیست که شما در این لحظات حساس با چه کسانی گفتگو یا مصاحبه می کنید. مهم آن است که امروز به براندازی بیندیشیم. ما امروز وظیفه شناختن سازمان ها و گروه ها رو به دیگران نداریم. این وظیفه من، تو، او و دیگران نیست. این وظیفه ایست که پس از سرنگونی روشن خواهد شد. طبیعی است که اگر من روزی روزگاری به عنوان یک خبرنگار، یک ژورنالیست، یک روزنامه نگار یا هر چه دیگری که بتوانم در این قسمت انجام وظیفه بکنم، در ایران آینده میرم با نماینده احزاب، سندیکاها، گروهها، کمونیست ها، مصدقی ها، طبیعیه که گفتگو میکنم، طبیعیه که باشون مصاحبه میکنم. چرا؟ به دلیل اینکه شاه من در کشور من است. قانون اساسی کشور در کتابش در مجلس شورای ملی است یا مجلس ملی ایران است، در خانه مردم است. امروز صحبت بر سر سرنگونی است. به هر حال به حاشیه نریم، بچه ها در بهبهان عالی کار کردن، عالی بود و ندای بچه ها رو در مشهد بچه های خراسان شنیدن. آفرین به نوادگان ابو مسلم، آفرین آفرین که نشان دادن هنوز نصیحت ابو مسلم نه در گوش مردم خراسان که در گوش ملت ایرانه. همون ابو مسلمی که ایستاد تا ایران بیسته و سرانجام بچه های شیراز بلند شدن، فریاد زدن، حمایت کردن. عکسایی که برای من اومد و برای همه ما اومد و فیلم هایی که اومد نشون میداد میادین تهران حالت امنیتی گرفته، رژیم سراپاش پر از وحشت بود و پر از وحشته. بلافاصله توسط مامورینشون در دنیاهای مجازی شایعات رو پخش کردن. یک سری آیدیه هایی که همه ما میشناسیم از بچه های وزارت اطلاعات که در سراسر کشور در ساختمان های سیاه نشستند و 24 ساعته مشغول پخش خبرهای دروغ، پخش اکاذیب و چت کردن با این و اون هستن، با اسامی دختر، با اسامی پسر، حتی عکسای خودشونو میذارن ولی در عکس عکس خودشون نیست، عکس زندانیان سیاسی است که ما اونها رو نمیشناسیم یا عکس جوانانی که اعدام کردن، به نام دختر، به نام پسر، از طرق مختلف وارد دنیای مجازی میشن. بلافاصله پس از چند ساعت شایعات شروع شد. قرار واتساپ یک پیامی بیاد که همه رو شناسایی کنه. قراره که تلگرام به زودی فیلترینگ بشه. آی همه جا رو میخوام ببندن. اینستاگرام رو میبندن. آی میبندن. آقا اینترنت در خراسان قطع شد، در خوزستان قطع شد. در اصفهان نیمی از اصفهان اینترنت نداره. تمامش شایعه، تمامش دروغ. فرقه تبهکاران آنقدر وحشت زده بود از حرکت چند جوان میهن پرست بهبهانی، چند جوان میهن پرست مشهدی، چند جوان میهن پرست شیرازی و یکی دو اقدام بسیار کوچک در تهران و یکی دو سر صدای کوچک در عراق، قزوین، کرج و تبریز که تمام گزارشات حاکی از وحشتی است که سراپای فرقه تبهکاران رو گرفت. چرا اینها اینطوری وحشت کردن؟ پاسخ بسیار بسیار ساده است. بسیار ساده. از باقی مانده میهن پرستان خواهش میکنم که لطف محبت بکنید به برنامه خودتون مثل همیشه کمک بکنید. ممنونتون میشم. خیلی ازتون ممنونم. در این لحظات حساس سنگر ایران آریایی مثل همیشه چشمش به
دستان شماست برای ادامه بقا. بچه های عزیز ایران، دو سری نقاشیاتون رو، نه دوتا دونه ها، دوتا سری نقاشیاتون، فکر میکنم یه چیز دیده اگر اشتباه نکنم 30 تا 32 تا نقاشی امشب براتون پخش میکنم. خیلی قشنگ نقاشی کردی، خیلی عالی. و بعضی از بچه ها برای من 3 تا 4 تا نقاشی میفرستن که مثلا من یکیشو الان، یکیشو مثلا هفته دیگه، یا دوتاشو الان، به هر حال همه رو نشون میدم. بازم پرسیدید ما میتونیم صحبت کنیم؟ بله. صورتتون رو نشون ندید، نقاشیاتون رو بگیرین جلو صورتتون، هر چه میخواهد دل تنگتون بگی، بخندید، شوخی کنید، ولی جاویدشا رو حتما بگی. پیام بدید به شاهنشاه ایران، پیام بدید به رضا پهلوی شاهنشاه ایران. میتونید به ایشون بگین شاهنشاه، میتونید بگید رضا شاه دوم. پیام بدید به همه همسن و سالای خودتون، جاویدشا بگی، و من همه رو براتون پخش میکنم. همه تونم دوست دارم. مرسی از اینکه اینقدر برای من قلب میفرسید، گل میفرسید، بوس میفرسید. عمو رضا دوستت داریم، منم همه تونو دوست دارم. قربونه قلبای همه تون بشم، روی ما همه تونم میبوسم. انشالله به زودی زود هممون میایم ایران و هممون با هم یک روز خوشی رو طی میکنیم. اصلا میام تو شهراتون، میام یزد، میام کرمان، میام اصفهان. من میخوام ایران گردی کنم. آره، میخوام بیام ایرانم رو ببینم. هیچ جایی در دنیا به زیبایی ایران نیست، هیچ جای دنیا زیبایی ایران رو نداره. کجای دنیا رو میخواید ببینید که در ایران نمیتونید ببینید؟ زمستان سخت، تابستان سوزان و گرم، معتدل، شرجی، باران، کوهستان، دشت و کویر، آب، رودخونه، طبیعت و هر چی که در دنیا هست در ایران هست. تو گویی که به راستی خداوند بهشت رو در ایران آفرید. اون بهشتی که وعده میدن اون ایرانه، بهشتی که امروز توسط کسانی که خودشون رو کلیددار بهشت میدونستن تبدیل به جهنم شد. بهشت آریامهری که من واقعا افتخار میکنم که به چشمم بهشت رو دیدم، در بهشت زندگی کردم، کوتاه بود اما زندگی کردم، و میدونم که یک بار دیگه این بهشت، درهای این باغ زیبا به روی ایرانیان باز میشه، به زودی باز میشه. مطمئن باشید که به زودی باز میشه. کلید این بهشت در دستان شاهزاده است، در دستان مردی است به نام رضا پهلوی، شاهنشاه قانونی کشور ما، پادشاه ایران، نوه رضا شاه بزرگ، فرزند آریامهر بزرگ، فرزند شهبانو فرح پهلوی، بانوی بزرگ مشرق زمین، ملکه مشرق واقعا. به هر حال حضور شما عرض کنم که اما بریم کارمون رو ادامه بریم. یه سری سوال های شما بچه ها از من میکنی که من عادت دارم، خودتون میدونید دیگه، اونایی که منو تو این مدت شناختید، عادت دارم باهاتون بدون رودرویسی حرف بزنم. چون اگر قرار باشه که رودرویسی بکنیم، پس بهتری در دکون رو تخته کنیم و بریم پی کار زندگیم. منطقه ما نه مغازه باز کردیم، نه دکان باز کردیم، نه دنبال حلبی سازی هستیم. ما قراره که با هم با صداقت صحبت بکنیم. قراره که حداقل یک بخشی از ایرانیان آغاز بکنن راستگویی رو در اجتماع مجددن جایگزین دروغ بکنن. یک بار دیگه ما عادت بکنیم با اینکه با هم با صداقت حرف بزنیم، بیرو در بایستی با هم صحبت بکنیم، سر همدیگه رو کلا نذاریم، اشتباه میکنیم از همدیگه معذرت بخوایم و همدیگه رو تشویق بکنیم، همدیگه رو دریابیم، همدیگه رو دوست داشته باشیم. بس دیگه اینقدر تنفر، بس دیگه اینقدر خودزنی، بس دیگه اینقدر به حالت شک و تردید به همدیگه نگاه کردن. مهره ها مشخص شده، افراد مشخص شدن. آنهایی که تا این لحظه ایستادن تا پهلوی برگرده کاملا مشخصه. آنهایی که دو دوزه بازی کردن مشخصه. اونهایی که زیر آبی رفتن مشخصه. همه چیز هست، همه چیز مشخصه، هیچ چیزی پشت ابر نمیمونه، محاله. هیچ وقت در هیچ جای از روی کره زمین طبق تمام قوانین جغرافیایی هیچ کشوری، هیچ منطقه‌ای، هیچ سرزمینی در دنیا از قطب شمال، از به اصطلاح اقیانوس منجمد شمالی تا قطب جنوب،
یعنی هر دو منطقه که یخهای چند ده متری داره، کوه داره، کوههای یخی که 60 متر 70 مترش فقط اون زیره، و در هیچ نقطه از جهان نیست که سرانجام آفتاب خودش رو نمایان نکنه. مگه میشه این کره زمین به یک مرحله ای نرسه که سرانجام خورشید خانوم یه نگاهی به اون منطقه نیندازه؟ نمیشه. اگر آفتاب، اگر خورشید به یک منطقه نتابه، اون منطقه از بین میره، میپوسه، جرم میگیره اونجا رو. شما ببینید درختان که در مثلا فرض بفرمایید جنگل های آمازون، یا در فرض بفرمایید جنگل های جاوه در اندونزی، یا در برخی از مناطقی که درختان به اصطلاح بهش میگن درختان سوزنی، خیلی سخت تنن اینا، و نه سخت پوست، سخت تن بهشون میگن، چون پوست رو به حیوان میگن، به جونور میگن. اینها انقدر بلندن که ارتفاعشون به 60 متر 70 متر میرسه. این به زبون ساده از 60 70 متر، یعنی یه ساختمون چند ده طبقه. و این جنگل های انبوه وقتی که تو هم هستن، از اون از گرفتن این نور خورشید زمین محرومه، چون این درخت ها در کنار هم هستن، و حضورتون عرض کنم این برگ ها باعث میشه که جلوی تابش آفتاب رو بگیره. به خاطر این عدم تابش آفتاب به روی زمین، یک قارچ هایی دوروبر این درخت ها سبز میشه که 99 درصد این قارچ ها، اون یه درصد هم عرض میکنم چرا، 99 درصد این قارچ ها قارچ های سمیه، اون یک درصد هم تقریبا سمیه، ولی به عنوان مسائل پزشکی میشه ازش استفاده بشه وقتی که سمیش رو گرفتن و چه و چه. موریانه هایی که دوروبر این درخت ها هستن، اون پایین پایین، و برگایی که اونجا رویده میشه، اینها بی نظیره در دنیا، به خاطر اینکه وقتی اون تابش خورشید روش نمیتابه، یک نوع موریانه های دیگری هست، خیلی درشترن، گاز میگیرن، که بعضیاشون در بعضی از جنگل های مثلا در کنیا اینها گوشتخوار هم میشن، به خاطر همش عدم اون تابش خورشیده. اما با تمام این تفاصیل، گهگاهی خورشید موفق میشه به خاطر شکست شدن یکی از این برگ ها، که حالا جونوری اون بالا داره تکون میخوره، یا بادی وزیده، یا به هر دلیلی، یا رعد و برقی شده، یه مدتی این خورشید سرانجام موفق میشه که از لای اون برگ ها بتابه بر روی همون جایی که مثلا فرض کنید یک سال، دو سال، سه سال واقعا آفتاب به خودش ندیده. تابش همین یه مدت، شاید مثلا سه ماه، چهار ماه، بستگی به این داره که مجددا یه برگ دیگری از این درخت یا از درخت دیگه رشد بکنه، مجددا بیاد و جلوی تابش اون آفتابو بگیره. تابش همون چند مدتی که اون آفتاب به اون قسمت زمین میخوره، تمام شرایط اقلیمی اون قسمت رو عوض میکنه، یعنی دیگه شما اون موریانه ها رو نمیبینید، اون قارچ ها رو نمیبینید، یک وضعیت دیگری به وجود میاد، یک علف های دیگه، یک نوع گیاهان دیگری، گیاهانی که خوردنی نیستن، ولی به هر حال یک نوع گیاهان دیگری تولید میشه، و اون عمل به اصطلاح جغرافیایی یا به اصطلاح کشاورزیش یا به اصطلاح باغداری و گلپروری بهش میگن عمل فتوسنتز که انجام میشه، این باعث میشه که تمام این سیستم اون قسمتی که آفتاب بهش خورده عوض بشه. حالا این مثال طبیعی رو که حضورتون عرض کردم به خاطر چیز؟ به خاطر این هستش که اینو میخوام حضورتون عرض کنم، هیچ منطقه‌ای در دنیا نیست که آفتاب بهش نتابه. این ابر کلوفتی که رو آسمان ایرانه، این ابر سیاهی که روی آسمان ایرانه، شک و تردیدی نکنی که داره میره. حد اقلش اینه که لای این ابرها حفره‌های بزرگی، سوراخ‌های خیلی بزرگی به وجود اومده. من از این فاصله دارم تابش این آفتاب رو میبینم، من دارم میبینم که بچه‌های ایران این بار عزم جذب کردن برای سرنگونی. من یقین دارم، کاملا یقین دارم، انقدر یقین دارم که از مطمئنم اونورتر رفتم. ای کاش در عدد ریاضی
از 100% ما میتونستیم مثلا یه عدد دیگه بگیم، 200%، ولی بر اساس اون موازین تعیین شده میشه گفت 100%. 100% من مطمئنم که جمهوری اشغالگر اسلامی با همت شما نوجوانان و جوانان ایران به زودی زود سرنگون خواهد شد. اما این یک امایی داره، این اما اونیست که شما از من میپرسید. آقای احمدی چه باید کرد؟ چرا میهن پرستان حمایت نمی کنم؟ چرا شما یعنی من این کار رو نمی کنم، این کار نمی کنم، فلان پیروزان؟ ببینید بچه ها، ببینید عزیزان، نوجوانان و جوانان ایران، گوش حواستون رو به من بدین. از تمام این حرفایی که تو این تقریبا 40 دقیقه حضورتون عرض کردم، بیایید بیرون، بیایم سر اون نقطه ای که قرار من با شما حرفای دلمو بزنم. من یه سری موازینی دارم در زندگی شخصی و زندگی سیاسی، یه سری خطوطی دارم که به هیچ قیمتی، به هیچ بهانه ای، به هیچ دلیلی پام رو از اون خطوط قرمزم اونورتر نمیذارم. بارها از من شنیدید که حضورتون عرض کردم من میزان ظرفیت خودم رو میدونم، اندازه های خودم رو میدونم. برای همینه که همیشه میگم من بی سوادم، دروغم نمیگم، بی سوادم، سواد یه ذره خوندن نوشتن دارم. برای همین هستش که به شما میگم منو نمیتونید جوگیر کنید که من بشم فرمانده مثل این هممیهن عزیز ما که یالا ندانسته، دانسته، ناخواسته، خواسته. من نمیدونم، من تو دل جیگر کسی نیستم. میان و در دنیاهای مجازی میگن که هدفم خراب کردن کسی نیست، اینا حق دارن به من فوش بدن، ما آیدی بیان بعد بیرا بگن، چی که بندازن. من از سر دلسوزی به شما میگم هم میهن عزیز و گرامی، این که آدم بخواد بگه 4 دفعه جلو دوربین تلویزیون اومده، 4 نفر بهش گفتن درود به شرفه، به منم میگن استاد، تیمسار، قهرمان، بابک خرم‌دین شدم، اهورامزدا شدم، آریو برزن شدم، استاد شدم، یعقوب لیث صفاری شدم، فردوسی شدم، خیلی چیز میز شدم من، ولی من همون رضا احمدی هم. و من همون خاکم که هستم، اگر بوی عطریم میدم کمال هم نشین در من اثر کرد. اون کمال شماست، کمالات شماست که به من احتمالا کمالاتی داده. من کسی نیست، مخلص همه تونم هست. ببین دوست عزیز من، هم میهن من، هم وطن من، برادر بزرگ من، آدم وقتی تو دنیای مجازی میاد اعلامیه میده بیرون که به زودی فراخان رو خواهم داد، منتظرم که جمعیت زیاد بشه، این کارا رو نکنید، بهتون میخندم. اگه من الان تصور بکنم همه الان نشستن میگن به 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 به، چه سوادی، چه مبارزی، چه مرد بیبدیلی، چه قهرمان خوشبختی. تو خیلی معذرت میخوام، خودمو میگم خیلی باید بیشور باشم اینو فکر کنم. من الان مطمئنم در برابر صفحه تلویزیون استاد دانشگاه نشسته، دبیر محترم نشسته، خانم معلم نشسته، نظامی هست، لشکری هست، سناتوران سابق، نمایندگان مجلس، مامورین با شرف و شرافتمند ساواک، مامورین شهربانی، نیرو هوایی، دریایی، زمینی، ژاندارمری، هیئت دولتی های دوران شاهنشاه، خانم خانه‌دار، کارگر، کشاورز، همه صنفی نشسته داره نگاه میکنه. من باید اندازه های خودم رو بدونم، باید بفهمم دهن رو باز میکنم دارم چی میگم. چون اگر احیانا 4 تا جوان به من بگن درود به شرفت فرمانده، درود به شرفت استاد، اون استادی که اونجا نشسته داره برنامه منو میبینه، اون فرماندهی که روزگاری فرمانده تیپ بوده، فرمانده لشکر بوده، فرمانده نمیدونم گردان بوده، فرمانده گروهان بوده، به هر حال رئیس باسکا بوده، اون به من نگاه میکنه میگه آقا بچه جان تو چی به فرماندهی میخوره؟ اصلا فرمانده تو میدونی چیه؟ من چه جوابی دارم بدم؟ استاد دانشگاه، معلم، دبیری که نشسته به من میگه که این گچ بیا پای تخته، من یه مسئله بهت میگم، نه مسئله ریاضی، مسئله ساده،
اینو برای بچه ها بازش کن. من چی دارم بگم جلو تخته؟ ما هنوز شاگردیم، هنوز باید تایی کلاس بشینیم تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همین نادانم. اینو به هممون دارم میگم، نه فقط به یک شخص خاصی، به هممون میگم. ما حقمونه مبارزه کنیم، ما حقمونه حرفامونو بزنیم، ما حقمونه اظهار نظر بکنیم، ما حقمونه حتی خودمونو مطرح بکنیم. مطرح کردن در خون انسانه. حالا من این کارو با خودم نمی کنم، دلیل نمیشه کسی این کارو نکنه. من نمیخوام برم از کسی پول بگیرم، دلیل نمیشه تو نگیری. من نمیخوام خودمو بفروشم به بنگاه لجن پراکنی بی بی سی، دلیل نمیشه تو نری. ها، من نمیخوام با این و اون گفتگو کنم، دلیل نمیشه تو نکنی. من دارم کارو خودمو میکنم. این اون خطوط قرمزه که جلو پام گذاشتم. اینا رو کلی گفتم، حالا بریم سر کار. ببینید بچهای داخل کشور، پس از 41 سال که حد اقلش این 34-35 سالی که من اومدم تو این، به خود حسابش دستم در رفت، اومدم خارج از کشور، اومدم توی آلمان، از روز نخست هم بنابه وصیت پدر، نصیحت و وصیت و دستور فرمانده کل قوا که پدرم بود و مادرم و اساتیدم و هم بنابه اون ذات و سرشت و بنیه خودم، یک خطوط قرمزی رو در زندگی شخصیم و زندگی سیاسیم جلو پام گذاشتم. من نمیگم تو زندگیم اشتباه نکردم، کردم، خیلی هم اشتباه کردم، شیطنت نکردم، کردم، خیلی هم کردم. من نمیگم کارهای بد نکردم، کردم، خیلی هم کردم، حقم بوده، آدم بودم، ولی اون خطوط رو هیچ وقت پامو نذاشتم اون وقتم. در زندگی شخصیم سعی کردم دروغ نگم، نمیگم نگفتم، خیلی کم گفتم. دروغی که گفتم به خودم ضرر زدم، به جامعه ضرر نزدم. کلاهبرداری تو عمرم نکردم، چشمم به مال مردم و ناموس مردم نبوده. اینا اون خطوط شخصی زندگیم بوده که به خودم ربط داره. هر اشتباهی کردم به خودم ضرر زدم، به اجتماع که ضرر نزدم. اگه یه نفر تو این دنیا اومد گفت این رضا احمدی باعث بدبختی من شده، چه زن چه مرد، من هر قانونی رو شما بگید حاضرم من اجرا کنید، هر قانونی شما بگید من در خدمتون. اما در مورد زندگی سیاسیم که میشه مسئله عمومی، اینجا با اجتماع من در ارتباطم، چون مسئله شخص خودم میگم به خودم رفت، مثلا ببرم بشم معتاد بشم، خب من خودم رو خراب کردم دیگه، الکلی بشم، خب خودم رو ظرفم داغون کردم. ولی وقتی وارد مرحله سیاسی میشم، اگر اشتباه بکنم توی جوون رو دارم گول میزنم، توی مخاطبم رو دارم گول میزنم. اگر بیام اینجا پولی که واریز میشه بذارم تو جیبم برم کازینو، دارم به تو دروغ میگم. اگه پولو بریزم تو جیبم برم تریاک بکشم، دارم به تو دروغ میگم، دارم بهتون درس بد میدم. به شماها جلو دوربین ها در برابر این تلویزیون ها بدآموزی شده، منم نشستم گوش کردم ولی نذاشتم تو مخم بره، خودم رو کنترل کردم. خطوط قرمز من در مسائل سیاسی چیست؟ یک، سرنگونی. اینا همه بچه‌های قدیمی از من شنیدن، اینا رو برای شناخت میگم که به پاسخ شما برسیم. سرنگونی بدون قید و شرط، اینو قشنگ گوش کنید بچه‌ها. میخواید این تیکه ها رو ضبط کنید، ضبط کنید پخش کنید، این تیکه ها رو ضبط کنید پخش کنید. خطوط قرمز من در مسائل سیاسی چیست؟ یک، سرنگونی بدون قید و شرط جمهوری اشغالگر اسلامی، یعنی فرقه تبهکاران با تمام مخلفاتش باید برود، کاملا باید آثارش از تو ایران ما پاک بشه، سپاهش، کمیتش، بسیجش، ارتشش، همه چیش، مجلسش، خبرگانش، نمیدونم ولایت فقیهش، هر چی که مجموعه جمهوری اشغالگر اسلامی است. دو، هیچ گونه مذاکره‌ای، سازشی، مماشاتی، حرفی پشت درهای بسته، جلوی درهای بسته، این ور در بسته، اون ور در بسته، بالای در بسته، پایین در بسته، ما با جمهوری اشغالگر اسلامی نداریم، شما باید بروید. این حرف اول و آخر ما میان برستان است. سه،
من با تمام آنچه که سمبول ها و نماد های و لوگو های جمهوری اشغالگر اسلامی است نه تنها مخالفت که دشمنی دارم، از جمله پرچمش، سرودش، تمام آرم های سازمان هاش، صدا و سیماش، پاسدارش، ارتشیش، هر چی که نماد جمهوری اشغالگر اسلامی، نه سر ناسازگاری، نه سر مخالفت، دشمنی دارم. من دشمن جمهوری اشغالگر اسلامی هستم با قدرت. من با قدرت میگم یک ضد انقلابم، خودم و خانوادم، مادرم و پدرم که متاسفانه در قید حیات نیست. خب بند بعدی پنج به هر حال، پس از سقوط فرقه تبهکاران به دست ملت بزرگ ایران، ولا غیر، به دست ملت بزرگ ایران، یه سال طول میکشه، 10 سال طول میکشه، 40 سال طول کشیده، 40 سال دیگه طول بکشه، این رژیم باید به دست همه آحاد ملت ایران سرنگون بشه، از آذربایجان تا خراسان، تا از سیستان و بلوچستان تا کردستان، از خوزستان تا گیلان و مازندران، همه باید دست به دست هم بدن این رژیم رو ببرن. پس از سقوط فرقه تبهکاران، دولتی که من مورد قبولمه و براش دارم زحمت میکشم، یک دولت پادشاهی است، یک حکومت پادشاهی است، یعنی بازگشت به دوران پهلوی است، نه اینکه سلسله حسن آقا بیاد، سلسله حسین آقا بیاد، سلسله نمیدونم با دستان بیاد، بی دستان، اصلا و ابدا. من دارم تلاش میکنم به اندازه وزن و هیکل و موقعیت و توان و هر چی که رضا احمدی رو تشکیل میده، دارم تلاش میکنم و کردم و ثابت کردم که جمهوری اشغالگر اسلامی به لجندان تاریخ پرتاب شود، یعنی ما پرتش کنیم به لجندان، نه زبالدان، به لجندان تاریخ، چون اینا لای و لجنهای اجتماع هست، اینا خوندان و بقیهشون، و نظام برحق و انسانی شاهنشاهی به پادشاهی اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم به ایران بازگرده. من رضا پهلوی را شاهنشاه، بند بعدی، شاهنشاه قانونی ایران میدانم. هیچ کس در دنیا وارث تاج و تخت نیست جز شخص رضا پهلوی وارث تاج و تخت، تموم شده. هر کس هر ادعایی بکنه غلط کرده به گور پدرش خندید، هر کی میخواد باشه، تکرار میکنم، هر کی میخواد باشه، رضا پهلوی وارث تاج و تخت. از نظر من ایشان شهریار، شاهنشاه، پادشاه قانونی کشور، حتی اگر خود اعلی حضرت بفرماین که من در این شرایط، این حرف خیلی حساسه، گوش کنید، خود اعلی حضرت بفرماین که در این شرایط من تشخیص میدهم ایران باید جمهوری بشود، من شاید تنها ایرانی باشم، عرض کردم شاید تنها ایرانی باشم که در برابر تنها یک فرمان پادشاه مقاومت خواهم کرد. هر امری اعلیحضرت بکنن من چشم بسته گوش بسته قبول میکنم، هر چی اعلیحضرت بفرماید، به جز یک چیزی، که ایران بشه جمهوری. دارم هم جلو دوربین با قدرت میگم، بدم اینم، خوبم اینم، اشتباه میگم میگم، غلط میگم میگم، درست میگم میگم، این تنها چیزیست که من متاسفانه مجبورم نافرمانی بکنم از پادشاهی که حداقل 30 سال زندگی و جوانیمو نه برای ایشون، برای فکر خودم، برای راه خودم گذاشتم. عرض کردم حتی اگر ایشون بفرمایید، من صلاح ایران رو این میدونم. متاسفم، من همیشه حضورتون عرض کردم با اعلی حضرت، این حرف من شاید بد به گوش برسه ولی بد تعبیر نشه، من با اعلی حضرت اگر بفرماین اونجا جهنم داغه، میخوام برم تو، چی میاد من با ایشون میرم، انقدر میرم که اعلی حضرت بگه دیگه نریم جلو، میگم چشم، تا ته 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 جهنم هم باهش خواهم رفت، میگه از جهنم بدتر بهش که جای خود داره. اما یعنی اینو میگم که بدونید من چقدر ایشونو شخصا دوست دارم، اصلا کاراکترشو، شخصیتشو، چون هم نسل منه. رضا پهلوی
همون درسی رو که من خوندم خونده، همون تغذیه رایگان رو خورده. ایشون هم نسل منه، یعنی شاهنشاه رضا پهلوی رو همونطوری تربیت کرد که همه بچه های ایران تربیت شدن. همه بچه های آن نسل از متولدین 1338-39 تا 43-44 همه همونطوری تربیت شدیم. یعنی کسانی که امروز میتونم بگم 55 تا 60 سالشونه. اوکی؟ جوانترینمون 55، دیگه مثلا محسنمون 60-61 سالشه. این نسل رو شاهنشاه تربیت کرد. ما هممون تو یه لول تربیت شدیم. ما هممون یادمونه بازی های آسیایی تهران، شو رنگارنگ، سریال خانه بدوش، تلخ و شیرین، دیگه صمد آقا، دیگه رفتن ایران به جام جهانی آرژانتین، خواننده ها، خیابونا، خیابون پهلوی، شمال، تونل کندوان، جاده چالوت، جاده حراز، همه اینا رو ما دیدیم. کباب کوبیده، سماق، پیاز، آبگوش، قهوه‌خونه، چایخونه. رضا پهلوی عین من زندگی کرده، من تا ایشون تو کاخ بوده، منم تو کاخ خودم بودم، منم در خانه خودمون. ما بچه های اون نسل در خانه برای پدر و مادرامون شاهزاده بودیم، پرنس بودیم. مادر ما ملکه بود تو خونه، پدر ما پادشاه بود تو خونه. هیچ تفاوتی در جامعه نبود، فقیر بود، غنی بود، اما هممون دارای شخصیت اجتماعی بودیم. شاهنشاه ما رو با محبت بزرگ کرد. شاید بعضی موقع شما میبینید من اونطوری خشمگین میشم، به شرافت بشری از نسل من مهربانتر نمیتونید پیدا کنید. این لجنجلسی ها رو نگاه کنید، اینا روزی بشه به زودی رو دست پای امثال من بیفتن که ما رو از خشم ملت نجات بدید. و ما هستیم که سینه سپر میکنیم میگیم نزنیدشون. ما هستیم. این خط، این نشون، حرف منو گوش کنید کسانی که جلو دوربینا میشینید، شما روزی به زودی زود به همه ما التماس خواهید کرد. این حرف منو یه جا ضبط کنید، نگه دارید. ما نه آدم کشیم، نه دل آدم کشی داریم، نه دل تخریب داریم، نه دل سربریدن داریم، اصلا و ابدا. اما پای ایران که باشه، پای همه چیش وای میسیم، چون اینطوری تربیت شدیم. اوکی بچه ها، متوجه شدی؟ بله. بنابراین خطوط قرمز من این است که ایران باید بشه پادشاهی. چگونه باید بشه پادشاهی؟ این به فرمان پادشاهه، اینو من دخالت نمی کنم. اعلیحضرت می فرمایند به این میگن مرد دموکرات. خمینی اومد گفت بگید آره یا نه به جمهوری اسلامی. خب من میگم نه. بعد چه گزینه‌ای دارم؟ هیچ. خفقون بگی برو به تمر اونجا زرم بزنی به عنوان مفسد فعل ارض و ضد انقلاب ادامه بده. خب رضا پهلوی فرمودن خیر، ما یه ورقه سفید به دست مردم میدیم، نه آره است، نه نه، نه قرمز، نه بنفش، نه سبز، نه هیچ. مردم بنویسن ما چی میخوایم، بندازن تو اون صندوق ها. حالا یا اونجا چاپ شده مثلا جمهوری، نمیدونم پادشاهی، حالا هر چی، ضرب درت بزن بندازش تو اون صندوق. گزینه خودت انتخاب کن چی میخوای. من خودمو به تو تحمیل نمی کنم. دموکرات های ما رو نگاه، خارج از کشور، حزب کمونیست کارگری، حزب فلان، سازمان فلان، همه باید فلان بشه، فقط مشروط خواه نیاد. این چه دموکراسی شد؟ بگذاریم، حالا این بحث دیگه است. بنابراین تکلیف من با شما روشنه. چرا اینا رو گفتم؟ برگردم به سوالاتون. هر کس تو خوب گوش کنی بچه، خواهش میکنم، هر کس که بیاد تو خیابان ها و هر چه که دلش، هر ایرانی در هر منطقه از ایران، از کردستان تا کرمان، از یزد تا ایلام، هر جای ایران بیاید تو خیابونا، هر چی دوست دارید بگید. جمهوری، جمهوری، درود بر مصدق، درود بر مصدق، درود بر حزب کمونیست، درود بر، هر چی دوست دارید بگید. من نه بهتون میگم چرا گفتید، نه بهتون میگم چرا نمیگید. اما من مثل مشروط خواهان خجالتی و سلطنت طلبای قشی نیستم که بگم نه دموکراسی و دموکراتیک و آیم تیبه. من نه آقا جو، من نه عزیزان بچه ها، من تکلیفم رو با خودم، با خدای خودم، با وجدان خودم روشن کردم، با شما هم روشن کنم. هر کس تو خیابونا اومد و 4-5 شعار کلیدی که داده شده در این 3 سال رو گفت، مخلصتونم هستم، چاکرتونم هستم، هر کاری که از دست من در بیاد بکنم میکنم، هر ساز شما بزنید من میرقصم. لازم باشه اون لحظه ای که
به من بگید آقای احمدی الان یه شرایطی هست که باید نیروهای ملی بیان داخل کشور. در برابر این دوربین میگم به شرفم به تمام مقدسات عالم سوگند، ناتان لی خودم با تالسو اونهایی که انسانهای جیگرداری حسن هم برمیدارم میارم ایران. چجوری ما میام ایران به خودمون رب داریم؟ فقط اون شعارهایی که باید داده بشه باید بدیم. یک، چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم؟ این یعنی تدریف روشن. ما اشتباه کردیم انقلاب کردیم. من با واژه انقلاب مشکل دارم ولی میخوایم شعرمون شعر مردم خراب نشه. چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم؟ این یک. دو، ایران که شاه نداره حساب و کتاب نداره، پس ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. حالا چرا؟ چون فهمیدیم اون اشتباهی که کردیم، حالا فهمیدیم چون ایران که شاه نداره حساب و کتاب نداره. بچه‌هایی که این شعارا رو درست کردن 100% با سواد، میهن پرست، با شعور، سیاسی و بسیار بسیار عاقل بودن. به خدا من نمیدونم کی بوده، هر کی بوده یا هر کسانی بودن نشستن اینا رو درست کردن. من امیدوارم روزی ببینمشون که با سند ثابت کنن اونا این کارو کردن، نه دروغ و حلبی سازی. دمتون گرم، نشون دادید که بسیار با شعور. این دوتا شعاره که میدید، چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، ایران که شاه نداره حساب و کتاب نداره. این دوتا شعار. پس از این شعارها طبیعتاً شعارهای بعدی این خواهد شد: رضا شاه، روحت شاه، شاهنشاه، روحت شاه، رضا رضا پهلوی. این از شعار ملی ایران. پهلوی کجایی؟ به داد ما بیایی. جاوید شاه، جاوید شاه، تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی. به طور کل تمام شعارها در جهت حمایت از پهلوی است، از پادشاهی پهلوی است، از شخص اعلیحضرت سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم. هر جا که این اتفاقات بیفته من با تمام وجودم 24 ساعته این داروخونه ها بود 24 ساعته باز بودن، 24 ساعته در خدمتتون، نه تعارف میکنم نه اهل حلبی سازیم نه هیچ کاری هم که نتونم بکنم میگم ببخشید توانشو ندارم. اینجا دارم بهتون میگم در خدمتتونم، در توانتونم. غیر از این شعارا، غیر از این جریان، نه دنبال من بیاید، نه دمپر من بچرخید، نه خیال کنید منو میتونید تو بازی بکشید. با هیچ ترفندی، با هیچ فرمولی، با هیچ تقاضایی، با هیچ وعده وعیدی، با هیچ مبلغی منو نمیتونید تو بازی بکشید. آب پاکی رو بریزم رو دستتون چون داره برام میاد. خب هیچ، خودتون رو زحمت ندید تکس بزنید، خسته نکنید خودتون. من رو نمیتوانید به هیچ طریقی در هیچ بازی بگید آقا رضا شاهزاده فرمودن امروز فقط اتحاد، تشبیه پیش شاهزاده ایشون فرمودن امروز فقط اتحاد، با خود ایشون صحبت کنید، خود ایشون بیان با شما کار کنن. من نمیکنم. آقا این که نشد، چرا میشه؟ نمیشه مال سوسنه. من حق به راه خودم انتخاب کنم. اعلیحضرت به من دست دموکراسی دادن. اعلیحضرت هیچ وقت به من نخواهند گفت که من گفتم امروز فقط اتحاد، اینایی که با من اینایی که نمیان و اتحاد نمیکنن اینا مثلا اخن بدن. اگر اعلیحضرت اینو گفتن من همینجا همین چیزو سیاه میکنم میرم پی کار زندگی. تموم شد. اوکی، تموم شد. پس ما خواهان بازگشت نظام برحق و انسانی شاهنشاهی هستیم به سرزمین ما. این رو شما در برابر آرامگاه کوروش بزرگ آغاز کردید و سپس کار کشید به بیش از 120 شهر، شهر کوچک، روستا و شهرک و چه و چه. دروغ هم که نمیگید. از قم پایتخت اشغال شده توسط شیعیان، یعنی شد پایتخت شیعیان، تا دارالخلافه، چون دیگه به تهران نمیگن پایتخت، اون دارالخلافه شده، تا مشهد دومی پایتخت شیعیان، تا اصفهان که به زور چپوندن بهش که تو شهر شهید پروری، که ثابت کردن شهید پرور جد آبادته، تا شیراز شهر شعر و شراب و عشق که به زور میخواستن از شهر مذهبی و شهر چیز درست بکنن، تا خوزستان به خون کشیده شده، تا دشت لاله کردستان به خون کشیده شده، تا آذربایجان اشغال شده، تا همه جای ایران اومدید تو خیابونا و فریاد زدید رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه روحت شاد.
ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، پهلوی پهلوی، رضا پهلوی کجایی به داد ما بیایی، ولی عهد کجایی به داد ما بیایی، جاوید شاه و بقیه ماجرا. منم اینجا در آنچه که در توانم بود با فریاد با هر کاری بود انجام دادم. میدونم کاری نکردم، حداقلش پیام‌های شما رو پخش کردم، این حداقل ترین کاری بوده که از دستم برمی اومده. هر کار دیگه از دستم برمیاد بگید براتون انجام بدم. جز این، چون آغاز شده رستاخیز، بهبهان، شهر زیبای بهبهان استارت رستاخیز رو زد. خیلیاتون نمیدونید پشت خط الان چه خبره، هم در پشت خط پرده جهانیان دلیلی هم نیست بدانی، فضولی هم نکنیم، کنجکاوی هم نکنید، منحرف هم نشید، تو حاشیه هم نرید. شما بچه های ایران یک راه بیشتر ندارید، یک کار بیشتر ندارید. حضور در خیابان ها، حضور گسترده در خیابان ها. اگر از همین امشب تا 100 روز دیگر هر روز در هر شهری 5000 ایرانی به خیابون ها بیاد، 100 روز دیگر پادشاه شما در ایران است. امسال مهر ماه این رضا پهلوی شاهنشاه ایران هست که زنگ مدرسه رو به صدا در میاره. میخواید حرف منو باور کنید، میخواید نکنید، فقط 100 روز به زندگی انسانی فاصله داری. پشت بچه های بهبهان رو خالی نکنید، پشت بچه های شیراز و تهران و مشهد رو خالی نکنید. آذربایجان ای خطه زرخیز، نوادگان ستارخان و باقرخان، چشمان نگران آن دو بزرگ تاریخ، چشمان نگران بابک خرمدین به ساق پای شما دوخته شده. آذربایجان سر ایرانه، آذربایجان غیرت ایرانه. به پا بخیز آذربایجان. یادتون نره پروین اعتصامی عزیز ما رو که چگونه لچک رو از سرش برداشت و از رضا شاه بزرگ قدردانی کرد. احتیاجی نیست من تاریخ آذربایجان رو برای آذربایجان بگم. آذربایجانی که حتی بچه های بلوچ، بچه های خراسان، بچه های خوزستان خون بالاش داده و گفتن یاشاسین آذربایجان، یاشاسین ایران. کردستان، اون دشت لاله تو هر لالش خون یکی از دلیر زنان و دلیر مردان کرده. احتیاجی نیست من برات بخوام تاریخ مهاباد و سقز و مریوان و سنندج و بیجار و دیگه بانه و سایر مناطق. احتیاجی نیست من تو رو یادآوری بکنم که تو از اقوام اصیل ایرانی، تو ریشه آریایی هستی، تو بودی که ایران ماند، تو از اعقاب آریایی ها و مادها هستی. کرمانشاهان، سرزمین پهلوانان، نشستن بس است. این بی ستونی که تو داری ستون به زیر آسمان ایران زد، بس دیگه نشستن. ای پهلوانان کرمانشاهی، به پا بخیزی، به پا بخیزی. همه کرمانشاهان به پا بخیزه، سر پل زهابش تا قصر شیرینش تا همه جاش به پا بخیزید. ایران ویران شد، بلند شید و عظمت کوهای بی ستون به پا بخیزید. این خشم درونی رو بریزید و ایران رو نجات بدید. بچه های غیور حکمتانه اکباتان، پیرترین پایتخت جهان، نگاه کن به گنجنامه. گنجنامه رو خونی نامش کردن. تو امروز امانتدار عارف قزوینی هستی، تو امروز امانتدار ابن سینا هستی. یادت نره بابا طاهر که تاریخ ادبیات رو عریان کرد. نشینید بچه های حکمتانه، دژ حکمتانه رو شما نگه داشتید، شما بودید که ایستادید در برابر تازیان. خیلی ها میخواستن دژ حکمتانه رو خورد کنن،
حتی مغول در برابر شما تعظیم کرد. وقتی چنگیز وارد همدان شد، وارد حکمتانه شد، گفت یک سوال دارم، اگر کسی جواب داد شهرتون رو ویران نمی کنم. چگونه من وارد ایران شدم و چگونه حاکم بر سرزمین شدم؟ کی مقصر بود؟ من قوی بودم یا شما ضعیف؟ تنها یک پیر مرد از میان اون جمع گفت نه تو قوی بودی و نه ما ضعیف، بلکه ما خیانت کردیم و خواب بودیم، تو قوی نبودی. به پا بخیزی، به پا بخیزی زنان و مردان همدان، که به راستی همدانی همه دانا. شما خیلی به اون کشور خدمت کردید، این آخرین خدمت هم بکنید. نورستان عزیز من، بچه های غیور، یک بار دیگه دارالخلافه اشغال شده، آزاد کنید دارالخلافه رو و باز برگردونینش به حالت پایتخت. شما بودید که وارد تهران شدید. کجاست پس تفنگاتون؟ کجاست پس اسباتون؟ کجاست پس اون فریادهای خشم شما عزیزان لور؟ جبگیرتون نمی کنم، دارم باهتون درد دل می کنم. بلند شو خرم آباد، علی گودرز، بلند شی. بچه های تو سیرکان، بچه های نهاوند، بچه های ملایر، شما خیلی قدمت دارید در تاریخ. شما ایستادید در برابر حمله تازیان، کشته ها از شما گرفتن، واقعا در نهاوند و ملایر از کشته ها پشته ساختن، اما ایستادید و شهر رو تحویل تازیان ندادید. گولتون زدن که در دروازه شهر رو باز کردید تا آنها رسیدن به دژ حکمتانه. عشایر عزیز ایلام، بچه های غیور مهران و دهلوران، بچه های غیور استان چهارمحال بختیاری، کهگیلوی و بوی رحمت، کجاست پس اون تفنگاتون؟ کجاست پس اون همت و غیرتتون؟ بارها سینه سپر کردی و ایستادید در برابر تهاجم استعمارگران، شما ایستادید در برابر عثمان، شما ایستادید در برابر تهاجم اعراب، شما ایستادید در برابر انگلیس ها. کجا بچه های یاسوج؟ کجاست اون غیرت و اون تعصب بچه های شهر کرد؟ کجان بچه های ایلام؟ چرا نشستید؟ بچه های ایلام، شما براستی از تاریخ هم کهنه ترید، چرا ساکت نشستید؟ خوزستان عزیز من، خطه زرخیز ایران، طلای سیاه زیر پاته، باید زیر حسیر باشه، آب سیاه باید بنوشید. چرا؟ چرا خرم شهر ما باید بشه خونین شهر؟ چرا زیباترین بندر، نه آسیا، یکی از زیباترین بندرهای جهان، یکی از مدرن‌ترین شهرهای جهان، آبادان من باید امروز در این وضع زندگی کنه؟ یادتون رفته 600 انسان رو تو سینما رکس آبادان جزغاله کردن این آخونده؟ برادران شما، خواهران شما، همشهریهای شما، همسایه‌های شما که هنوز قاتلینش دارن بر اون کشور حکومت میکنن، بچه های غیور اهواز، بچه های اندیمش، دهبهان، بچه های رام هرمز، دسفول، بچه های عزیز خوزستان، بچه های شوش، که براستی قدمت تاریخی شما به هزاران هزار سال میرسه، چرا ساکت نشستی؟ کجان نوادگان علی دلواری؟ زیر تک تک اون درختان نخل هنوز تفنگ های علی دلواری زیر اون درخت هاست. هنوز صدای گلوله دلیران تنگستان و شکافته شدن سینه استعمارگران انگلیسی در تمام دشت تنگستان به گوش تاریخ پیچیده، چرا ساکت نشستی؟ بچه های عزیز بوشه، بندر دیلم، چرا ساکت نشستی؟ چرا بچه های هرمزگان ساکت نشستی؟ چرا؟ بچه های بندر عباس، بچه های بندر، بچه های خونگرم بندر جاسک و بندر لنگه، بچه های عزیز استان هرمزگان، جزایرمون رو گرفتن
دریای زیبای اون نیلگون خلیج همیشگی پارس رو ببینید خونالودش کردن. تنب بزرگ و کوچک، ابو موسا، کیش، قش و سایر جزایر ایرانی رو همه رو بردن، بردن مال و اموالمون رو بردن، ناموس و شرفمون رو بردن. چرا ساکت نشستی؟ بچه های عزیز بلوچ، سیستان و بلوچستان، چرا؟ بچه های زابلی، شما که از خاندان اصیل ایرانی هستی، هنوز صدای پای رستم روی خاک سیستان در گوش ملت ایرانه. بچه های زاهدان، چاوه ها، شهر زیبای سرباز، چرا ساکت نشستی؟ چرا بلند نمیشید؟ چرا همت نمی کنید و ایران رو نجات نمیدید؟ چرا؟ بچه های عزیز یزد و کرمان، بچه های یزد، شما هنوز آتشکده های ما رو دارید پاسداری میکنید. نذارید چند آتشکده دیگر باقی مانده توسط تازیان خاموش بشه. به پا بخیز ای یزد، که تو هم در کناره کویر، تاریخت از کویر هم کهنه تره. بچه های عزیز کرمان، شما بزرگانی رو به اون تاریخ دادید که هر کدومشون میتونن یک کشور رو زیر رو کنن، چرا ساکت نشستید؟ سیرجان، کرمان، تمام اون منطقه، چرا ساکت نشستید؟ بچه های عزیز استان پارس، جهرم، فسا، لار، شیراز و سایر نقاط اون استان زیبا، چرا ساکتی؟ کجاست پس همت و غیرتتون؟ چرا نصایح سعدی و حافظ رو فراموش کردی؟ ویران شود آن شهر که میخانه نداره، چرا فراموش کردی؟ بچه های عزیز اصفهان، ای نصف جهان، نقش جهان، پای تخت سلسله مقتدر صفویه، چرا ساکت نشستی؟ چرا به پا نمیخیزی؟ چرا اجازه میدی که زاینده رود ما به خون تبدیل بشه؟ چرا تمام زیبایی های اصفهان رو اجازه میدید یکی پس از دیگری ویران بشه؟ چرا اجازه میدید اون نقش جهان، به راستی اصفهان نقش جهان، اینطوری زیر سم اسب تازیان درب و داغون بشه؟ کجان بچه های اصیل اصفهان؟ چرا ساکت نشستید؟ بچه های عزیز سمنان، به پا بخیزی، هنوز صدای سربداران در گوش تاریخه. دامغان، شاهرود، سبزوار، نیشابور، شما ایستادید در برابر مغول، شما خون دادید. هر شهر آن منطقه ده‌ها، صدها، هزاران کشته داد. چرا؟ تا ایران بماند، که ماند، به پا بخیزید و ایران رو نجات بدید. چرا این استان اینقدر ساکته؟ چرا خراسان من باید خلاصه بشه به مشهد؟ پند فردوسی بزرگ رو چرا فراموش کردی؟ چو ایران نباشد تن من مبا، بدین بوم و به زنده یک تن مبا. به پا بخیز خراسان، بچه های تربت جام، بچه های تربت حیدریه، بچه های طبرس، بیرجند، به پا بخیزی، به پا بخیزید. ایران رو ویران کردن پسمانده های مغول، پسمانده های تازیان، پسمانده های تیمور. به پا بخیزید، به پا بخیزید. بچه های عزیز قوچان، بجنور، به پا بخیزید، به پا بخیزید. ایران رو نجات بدید. بچه های عزیز عراق، کاشان، تفرش، قم، هر کدوم از این شهرها به اندازه تاریخ پیرن، چرا ساکت نشسته عراق من؟ چرا ساوه ساکت نشسته؟ چرا کاشان ساکت نشسته؟ بچه های کاشان، هر قطره از خون امیر کبیر به روی اون سنگ، سنگ اون حمام فین برای استثمار و مبارزه با استعمار بود. نذارید خون امیر بزرگ پایمال بشه. بلند شید بچه های کاشان، بلند شید بچه های عزیز عراق. عراق این شهر پیر
که بارها و بارها ایستاد در برابر تجاوز عثمان ها. هر متر از شهر عراق قطره خون جوانان و زنان و مردان اون شهر پیره. چرا ساکت نشستی؟ چرا بچه های زنجان ساکت نشستن؟ پس کجاست اون چاقوی دست سفید کار زنجونتون؟ پس کجاست اون غیرت باقی مانده؟ پس کجاست اون غیرت آذریتون؟ بچه های زنجان، چرا دشت قزوین ساکته؟ چرا ساکت شده قزوین؟ چرا ساکته؟ قزوین چرا ساکت نشسته؟ چرا بچه های اردبیل و رضایه، بچه های تبریز ساکتید؟ چرا آذربایجان من ساکت نشسته؟ چرا؟ بپرسید از خودتون. بچه های عزیز گیلان، شما بودید که از روی کوه آمدید تا پای تخت کشور را از زیر اشغال استبداد آخوند و استبداد قجر بیرون بیارید. شما بودید که ایستادید در برابر استبداد. بچه های تبرستان، مازندران، رضا شاه بزرگ از خطه شما بود. چرا ساکت نشسته؟ چرا مازندران ساکت نشسته؟ چرا؟ هر کدوم از شهرهای مازندران برای خودش یک عظمت، یک تاریخه. بچه های غیور ترکمن، پس کجاست اسباتون؟ کجاست که سوار به اسب بشید و از ناموس و شرفتون دفاع بکنید؟ اسلحه رو کجا قایم کردین؟ از این روز دیگه تنگتر؟ از این روز دیگه سیاهتر؟ بچه های تهران، پای تخت شاهنشاهی ایران، پای تخت پهلوی اسم، به پا بخیزید. ایران ما اشغال شده. تهران، ایران چشمش به دنبال توه. به پا بخیز ایران، تهران، به پا بخیزید، به پا بخیزید و ایران رو نجات بدید. کشورمون ویران شد. نذارید این رستاخیزم به مانند رستاخیزهای دیگه سرکوب بشه و برگردید به خانه هاتون. در اون خانه های سیاه هیچی نیست جز فقر و فلاکت، جز ناامیدی، جز زجر. به پا بخیزید ملت بزرگ ایران، ملت شریف ایران، ملت قهرمان ایران، به پا بخیزید. ایران ویران شد، نه که ویران می شود، ویران شد. به پا بخیزید. جناب مهندس، خواهش میکنم از حضورتون لطف و محبت بفرمید نقاشی بچه ها رو، که من شرمنده این کوچولوهای عزیز نشم، نقاشی بچه ها رو پخش کنید، شماره 6 و 7 رو. خیلی ممنونتون میشم. بچه ها نقاشی های خودتون رو نگاه کنید.
میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید، میخواید بچه های خودتون رو در ایران اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید. اون مرد ایرانی که در ایران اعدام میشه مثل شماست، اون زن ایرانی که سنگسار میشه و اعدام میشه از شماست و برای شماست. بلند شید اعتراض کنید مردم، و من بلند شید با عشق بلند شید و برید توی خیابون، برید توی این خیابون و اعتراض کنید. 22 بهمن به مال شما، به جان شما، به ناموس شما، به فرهنگ شما تجاوز شده. عشق بلند شید و برید توی خیابون، برید توی این خیابون و اعتراض کنید. 22 بهمن به مال شما، به جان شما، به ناموس شما، به فرهنگ شما تجاوز شده. سپاس از شما جناب مهندس یاوش گرامی. بچه باریکلا، آفرین آفرین، خیلی قشنگی نقاشی، خیلی قشنگ نقاشی میکنید، باریکلا آفرین. باز هست ها، خیلی هست، همینطوری نقاشی واسم بفرستین بازم پخش میکنم. الان شاید نزدیک 40 تا دیگه مونده باشه تا بازم سر فرصت همه رو براتون پخش کنم، همه رو. عرض کنم ایزه بفهمید اسامی عزیزانی که لطف محبت کردن امروز آدینه به سنگر، به خانه خودشون واقعا، به سنگر ایران آریایی لطف محبت کردن، اسامی رو بگیم. آقا امیر گل و مادرشون که امیدوارم حالشون هم بهتر شده، حتما بهتر شده که تشریف آوردید منزل، امیدوارم حالتون خوب شده باشه. آقا امیر و مادر گرامی از اوهایو $25 بی‌نهایت سپاسگزارم. آقای حمید عزیز از برلین، بچه محل ما از آلمان، $30 دستش درد نکنه. آقا حمید گل، سرکار بانو مهتاب، برای پایداری سنگر ایران آریایی $100، دست شما درد نکنه بانو مهتاب گرامی. بچه‌ها ما همه گفتن جاوید شاده، باریکلا بچه‌ها، این جاوید شاده رو زنگ میزنید حتما بگید، باریکلا که میگید، دمتون گرم. آقا جمشید گل از سرباز گارد شاهنشاهی، باریکلا آقا جمشید گل، $52، دست درد نکنه جمشید جان. آقای سیامک از یوتا، $50، دست شما درد نکنه آقا سیامک گل، لطف محبت کردی.
عرض کنم طرفدار پادشاهی پارلمانی به پادشاهی رضا شاه دوم پهلوی سوم 100 دلار دست شما درد نکنه، لطف و محبت کردی عمیان عزیز و گل ما با این آیدی قشنگش. آقا فرشاد عزیز ما هم از اورنج کانتی 100 دلار، سپاس از شما آقا فرشاد عزیز، لطف کردی. و آقای اسد عزیزم که فرمودن به یاد همدان و همه بچهای همدان از آلمان 30 دلار دست درد نکنه آقا اسد گل. حضور شما عرض کنم که بچه های عزیز، همیهنان عزیز، نوجوانان و جوانان ایران، تاریخ چشمش به شماست. تاریخ امروز مسئولیت بزرگی به دوش همه شما گذاشته. چطوری میخواید انجام وظیفه بکنید دیگه به خودتون ربط داره. من یقین دارم که شما نسلی هستید که میخواید این بار به آزادی دست پیدا کنید. حرکاتتون، رفتارتون و کلن تمام این نقشی رو که دارید بازی میکنید نشون میده که واقعا کارت به استخون رسیده. و بهتون من یک پیشنهادی میکنم، تصمیمش با خودتونه و اونم این هستش که اجازه ندید که فرقه تبهکاران نفس بکشه. یعنی مثل یه بوکسوری رو براتون بگم به این حالت، ما در فرض کنید یه مسابقه بوکسی بوده بین ملت ایران و فرقه تبهکاران که قرار بوده 10 راند بیشتر طول نکشه، چون شکی نکنید اینا با یه تایمی اومدن به حکومت برسن، اینا میخوان یه جوری وانمود کنن که نه ما موندیم و اینجا برو نیست و کجا بریم ما موندیم، نه اینطور نیست، اینا با یه تایمی اومدن و شما ملت هم اینو میدونید. برای همینه که همه منتظرن، از روز اول همه منتظر سقوط بودن و این نشون میده خب رژیمی که پایه مردمی نداشته باشه، استخون دار نباشه و از دل مردم نباشه، این مردم همیشه میگن اینا میرن اینا میرن. نه فقط جمهوری اسلامی، تمام رژیمایی که در این ردیف هستن همیشه چشم مردم به اینه که میرن اینا میرن اینا میرن. فرض کنید ما با اینا به یک مسابقه بوکس دعوت شدیم روی رینگ، اون طرف جمهوری اشغالگر اسلامی با همه مخلفات و قدرتش ایستاده، این برای ملت بی دفاع ایران، منتهی مراتب قدرت بدنی ما و تکنیک ما بهتر از اونا بود و اینو ثابت کردیم. در 3-4 بگیم حالا مثلا 4 راند اول ما حسابی کتک خوردیم، خیلی هم خوردیم، ما رو خیلی زدن و بیرحمانه زدن، منتهی مراتب چون دیگه اینقدر ما رو زدن خودشون خسته شدن و ما ها از اون از حریف جوانتر بودیم، چون همیشه میگم حریف رو در نظر بگیرید، حریف رو بسنجید بعد باهاش درگیر بشید، و چون ما یعنی ملت ایران جوانتر بود، قدرتمندتر بود و تکنیک بهتری رو بلد بود، بعد از اینکه 4 راند ما کتک حسابی خوردیم، درب و داغون شدیم، خونی مالی شدیم، حالا داریم شروع کردیم به زدن و 5 راند اینا رو حسابی زدیم، هرچی هم گذشت ضرباتی که به اینا زدیم سنگین‌تر بود، یعنی راند 5 که شروع کردیم به رقص و بابو زدن زیاد ضرباتمون کاری نبود، راند 6 کاری تر شد، 7 8 دیگه 9 حسابی داریم از خجالتشون در میاد که هم تلافی کتکایی که خوردیم در آوردیم و همین که حالا حریف رو طوری زدیم قشنگ اینطوری تجسمش کنید، این صحنه رو برای خودتون ترسیم بکنید. حالا این انقدر ما اینا رو زدیم که این حتی این دندون پلاستیکی گوشن تو دهنشون اونم پرت شده از دهنشون بیرون، خون و دیگه فکشون و چشمشون و هر جایی که لازم بوده زدیم درب و داغونشون کردیم. الان راند 10 بچه ها، یعنی قرار بوده این بازی 10 راند طول بکشه این مسابقه، اگر موفق بشیم که در این راند طوری بزنیمشون که بلند نشن ما با ناک اوت پیروز شدیم، اگر نه مطمئن باشی نه اونا پیروزن نه ما پیروزیم، این مسابقه میره برای 10 راند دیگه. حرفمو گرفتی؟ و بهتون بگم 10 راند بعدی معلوم نیست چی بشه، ما همچنان بتونیم مثلا 4 راند دوباره بخوریم دوباره باز بزنیم، بازی تکرار نخواهد شد به اون شکل، بازی یه شکل دیگه میشه، اوکی داور عوض میشه، اصلا قرار نیست دیگه تو این استودیو سرپوشیده مسابقه بدیم، شاید مثلا باید بریم جای دیگه مسابقه بدیم و غیره و زاله، بیشتر از این نمیشه بازش کرد موضوع، اوکی؟ بنابراین در این راند پایانی
در راند دهم ما باید تمام قدرت خودمونو میدونم خسته ایم. خب بالاخره ما هم مسابقه دادیم دیگه، ما هم چهار روند کتک کردیم و وقتی هم زدیم خب انرژی مصرف کردیم دیگه، ولی چاره ای نیست، باید هر چه قدرت دیگه برامون مونده، انرژی برامون مونده، همه رو جمع کنیم. این تمرکز میخواد، باید همه رو به وسیله مغزمون این فرمان رو بدیم به دست راستمون یا دست چپمون، به هر دو دستمون، و چپ و راستای آخر رو بزنیم، ولی بزنیم دیگه، وای نستیم، چپ راست چپ راست چپ راست، فقط هم تو صورتش باید بزنید نه تو بدنش، چون اون انقدر خورده که بدنش دیگه ملسه، نمیفهمه، حس نداره. از گردن به بالا باید بزنیدش، بزنید تو دماغش، تو دهنش، تو لپش، تو گونه‌هاش، تو چشمش، بزنید که چشش بترکه. متوجه مقصودم میشی؟ خب هیچ احتیاجی نیست که به جمعیت گوش کنید داره شما رو تشویق میکنه یا میگه نزن بابا بس ولش، کاریتون نباشه، گوشاتون رو کر کنید، فقط یه چیزی رو بشنوید، صدای زنگی که میگه دین، تموم شد، آقای ناکوت شد و داور داره میگه 10 9 8، فقط به صدای زنگ گوش کنید. اون صدا از واشنگتن به گوشتان میرسد، صدای پادشاه قانونی کشور، نه کاخ سفید. اوکی بزنیدش. من مدتی که مربی فوتبال بودم، مربی خیلی پایین ها، نه که مثلا بریم بگیم ما شدیم ارنس هاپه، همین تیمای معمولی، یک نصیحتی همیشه به فورواردان میکردم چون خودم بک بودم، میگفتم وقتی که صاحب توپ میشی میری به سمت دروازه حریف، تویی که باید تصمیم بگیری میخوای پاس بدی، شوت بزنی، سانت کنی، دریبل بزنی، بری تو 18 پنالتی بگیری، تو باید تصمیم بگیری، و چون تو صاحب توپی و تو اختیار داری، به هیچ کس مخصوصا به جمعیت گوش نکن، چون جمعیت از اون بالا داره میگه برو برو بزن بزن شوت بزن، کاریت نباشه، چون کارت، چون فکرت میره به سمت اون ور. باید کر بشی وقتی صاحب توپی، وقتی صاحب توپی باید کر بشی، هیچ چی رو نباید بشنوی، چشمت فقط به مستقیم باشه. و اینکه اگر بازیکن خودی جلوت هست، بغلت هست، به بازیکن خودی بدی، عقبی هم بهت میگه بنداز بنداز، به اون ننداز، چون توپ دوباره برمیگرده عقب. بچه ها بر نگردید به عقب، بچه ها حمله کنید، بچه ها حمله کنید، بچه ها حمله کنید، حمله کنید، اینقدر حمله کنید که دیگه بلند نشه رو پاش. یادتون نره حریفم مثل شما خسته است، یادتون نره اونام احتیاج به تنفس دارن، یادتون نره اونام دوست دارن که یه چیزی بشه، ساکت بشه، یه استراحتی، ما هم بتونیم یه استراحتی کنیم، تجدید قوا کنیم، نذاری تجدید قوا کنن. یادتون نره این حرفو، چپ راست چپ راست بزنیدش، اینقدر بزنیدش تا بخوره زمین. این خیلی قوله، ولی هیکلی قوله، بخاری شوته، هیچی نیست، بزنیدش. نه یا این تو خیابون چهار تا تق و توق، برین تو خونه ها 3 روز دیگه 5 روز دیگه. بهبهان آغاز کرد، تمومش کنی. نمیدونم دیگه به چه زبونی بگی، میدونم و نمیشه گفت، تمومشون کنید، چون تمومتون میکنن. کارتون به خارج نباشه، چشمتون به خارج نباشه، تمومشون کنی. ببینید پرزیدنت ترامپ میاد اعلامیه میده بیرون، یه تو توییتش میگه ما نشنویم که اونجا میخواید کسایی رو اعدام بکنید، این مال حرکت شماست که میایید 2-3 میلیون نفر امضا میکنید، پس صدا رو میشنون، وقتی بشنون عکس العمل نشون میدن. حتی انگلیس هم عکس العمل نشون خواهد داد. فقط شما نباید برید تو خونه ها، باید بیاید تو خیابونا. تو خونه ها هیچ خبری جز ظلم و بدبختی و فقر و فلاکت نیست، تمومشون کنید. ببین من چند وقت دارم اینو بهتون میگم، کارشان تمام است، تمامشان کنید. با ضربه شما دیگه اینا بلند نمیشن، وگرنه کار رژیم تمام است. تمومشون کنید، بد طوری تمومشون کنید، طوری بزنیدشون که دیگه بلند نشن، با برانکار ببرنشون رو رینگ بیرون.
نه اینکه بلنش رو پاش بیاد به دست بده بگه قبول دارم شکستو، نه، باید جنازش باید رو رینگ بره بیرون. چون اگر یادتون نره اون چهار راند اولو چه جوری زدتون، اون زد که شماها برانکار لازم بشید بزنیدش، بلند نشه دیگه بلند نشه. مهم نیست که کی جلوتونه، مهم نیست جمعیت داره چی میگه، به اطراف کارتون نباشه، مستقیمو نگاه کنید بزنید تو دک و پوزشو بیارید پایین. دیگه از این مثال ساده تر نمیشد گفت. و در ضمن هیچ صدایی را جز صدای پادشاه قانونی کشورمان اعلی حضرت شاهنشاه ایران زمین سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم رو گوش نکنی. همه صداها دروغ است. هیچ صدایی برای شما صدای پیروزی نیست جز صدای پادشاهی. تموم شده را. وارد هیچ بازی نشید. آقا رضا تو آذربایجان شعار اینجوری دادن، آقا رضا تو خوزستان، به ما ربطی نداری کی چی میگه، به ما فقط ربط داره ما چی میگیم. اونا دنبال شما باید بیفتن، نه شما دنبال اونا. اونا دارن شما رو به بازی میگیرن، تمام مهره هاشون هم سوختن. برادر معصوم قمی رو گرفتن، به جهنم که گرفتن، بازیه، نری تو این بازی ها. پدر پویا بختیاری رو گرفتن، اون خانوم آمده میگه من زنشم، حامله نیستم، وارد حاشیه نشوید، من اینجا هستم میام براتون توضیح میدم، الکی هم بهتون نمیگم، نرید تو بازی های وزارت اطلاعات تو اینستاگرام و تلگرام، وارد هیچ بازی نشید. اینها اومدن بیرون شماها رو سرکار بزنن، یه ادم داخل شماها رو سرکار دارن میزنن. ما باید ثابت کنیم دیگه سر کار نمیریم، شماها رو سر کار میذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله، لعنت به روح الله. ملت بزرگ ایران به پا خیزید. آذربایجان، لرستان، بچه های غیور عشایر ایران به پا بخیزید. من نمیدونم چرا بچه های بروجرد ساکتن، نمیدونم چرا بچه های اون منطقه مرکزی ما ساکتن، نمیدونم چرا، نمیدونم از چی میترسید. چیزی نمونده برات که بترسید. بالاتر از سیاهی رنگی نیست. بلند شید بچه های عزیز گیلان، مازندران، به پا بخیز. آستارا، بندر پهلوی، رامسر، رشت، فومن، بلنشید، آمول، بابل، ساری، شاهی، بهشهر، گرگان، به پا بخیزید، قوچان، به پا بخیزید، به پا بخیزید ملت بزرگ ایران. کارشان را تمام کنید، تمومشون کنید، تمومتون دارن میکنن، بد بلایی سرتون میارن. اینا بلنشن رو پاشون تیکه پارتون میکنن، دارم بهتون میگم. جناب مهندس لطف و محبت میکنید که شماره 1 و 2 رو نشون بدید، ممنونتونم. تظاهرات بچه ها رو حدود 40 ثانیه است، ممنونتونم. 1 و 2 سپاسگزارم. سپاس از شما جناب مهندس یواش گرامی، باریکلا به غیرت بچه های بهبهان. آفرین، باریکلا، درود به شرفتون، آفرین. بچه های بهبهان، من از طرف ملت ایران بهتون قول میدم همه بلند میشن. کازرون، جهرم، بوشهر، اهواز، لار، فسا، شیراز،
یاسوج، شهر کور، دهلوران، مهران. بچه ها بلند شید، به پا بخیزید، از اون منطقه آغاز بکنید که این آتیش بیاد به بالا. آفرین به بچه های مشهد و شیراز که خیلی سریع اقدام کردید. باریکلا، باریکلا به بچه های فردوسی، به بچه های سعدی و حافظ. آفرین، آفرین، باریکلا. سرکار بانو زهرای گرامی از بالتیمور همین الان لطف محبت کردن، $100 بی‌نهایت از شما سپاسگزارم. بانو زهرای گرامی از بالتیمور $100. جناب مهندس لطف محبت بکنید پیام اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم شماره 5، پیام به نیروهای به اصطلاح مسلح جمهوری اشغالگر اسلامی، پیام نیروهای به اصطلاح مسلح. من بارها پخش کردم، بازم براتون پخش میکنم. این پیام پادشاه قانونی کشورمان است، این پیام اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم شاهنشاه ایران زمین است، این پیام فرمانده کل قواست. گوش کنید، اینا رو جدی بگیرید. دادگاهی یادتون نره ها، شما نیروهای مسلح کشور، هم از قوای ارتش، سپاهیان و همه نیروهای انتظامی، بار دیگر مؤکداً از شما میخواهم که با تکیه بر وجدان انسانی خیش، با نافرمانی از جبارین و پرهیز از برخورد خشونت‌آمیز با مردم، به صفوف ملتی که رسالت حراست از جان و مال و ناموس خود را نزد شما نهاده است بپیوندید. خداوند نگهدار ایران باد. شما نیروهای مسلح کشور، هم از قوای ارتش، سپاهیان و همه نیروهای انتظامی، بار دیگر مؤکداً از شما میخواهم که با تکیه بر وجدان انسانی خیش، با نافرمانی از جبارین و پرهیز از برخورد خشونت‌آمیز با مردم، به صفوف ملتی که رسالت حراست از جان و مال و ناموس خود را نزد شما نهاده است بپیوندید. خداوند نگهدار ایران باد. سپاس جناب مهندس سیاوش گرامی، لطف محبت کردید. خب پیام اعلیحضرت رو شنیدید، نیروهای به اصطلاح مسلح. این پیام ها همینطوری ما الکی نمیم پخش کنیم، ما اعلیحضرت مثلا همینطوری جمال تو عشق هست نیومده یه چیزی بگه بره ها، اینکه خودمونی بهتون بگم. حرفایی که ایشون میزنه ثبت تاریخه، بعد نگید من نبودم، دستم بود، تقصیر آسینم بود. این فیلم ها پخش میشه تو دادگاه، پیام اعلیحضرت اونجا پخش میشه، بعد رئیس دادگاه بهتون خواهد گفت آقای سردار برو آشغالا رو بردار. یادت میاد تو تلویزیون ایران آریایی از طریق دنیاهای مجازی، یادت میاد این پیام ها رو؟ این آقا رو میشناسید؟ این آقا اسمش رضا پهلوی که الان شاهنشاه ایرانه. چرا گوش نکردی این پیام ها؟ چه جوابی داری بدی؟ اسلحتون رو نگیرید طرف ملت. نیروهای به اصطلاح انتظامی، غیرت و شرف داشته باشید، از ناموس ملت ایران دفاع کنید. از بالا روسا اومدن، از پایین چینیا اومدن، از غرب عربا اومدن، از شمال غرب ترکا اومدن، از شرق هم افغانی و پاکستانی اومده. فردا برو سیگارم بکش، کلاتم بذار بالاتر، خاش بر اون سرتون کنن که به خودتون میگید نظامی. دست کلنگ هم نیستین شما. نون بی غیرتی رو چجوری شب میری میذاری رو سفره میدی زن و بچت بخوره؟ ارتش به این بی غیرتی، نیروی مسلح به این بی غیرتی هرگز ندیدد ملتی. از خشم ملت ایران بترسید. مردم شما زیادید، اونا کمن. شما تعدادتون خیلی زیاده، شما ملتید، شما ملتید، اونا دستگاه حاکمیتن. بهشون بگید بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم. چی نترسید؟ ما قرار نیست از چیزی بترسید. شعارهای اطلاعاتی ندید، بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم.
شما ملتید، شما مردمید، صاحب اصلی آن مملکت ملت است، ملت است و ملت است. همه حکومت ها باید نوکر ملتشون باشن، حکومت ها باید خدمتگزار ملتشون باشن، نه سرکوب کننده ملتشون. شما ملت صاحب مملکتی، دولت در اختیار شماست، شمایید که دولت رو انتخاب میکنید، شمایید که پای صندوق های رای میرید، دولت با مالیات شما داره زندگی میکنه، نمایندگان مجلس با مالیات شما رفتن تو مجلس نشستن، کسی که میگه من شهر دارم اون با مالیات تو رفته پشت میز نشسته. شما صاحب مملکتی، صاحب اصلی آن مملکت ملت است، ملت است و ملت است. پس ملت ایران، برای تصاحب حق خودتون به پا بخیزید. همون شد، این کل انشای این داستانه. با سپاس از جناب مهندس یاوش گرامی، با سپاس از همه شما خانم و آقایون، همه شما عزیزان، درود بر ملت بزرگ ایران، درود بر ملت مبارز ایران. باز هم میگم بچه ها، امونشون ندید، راهی رو که شروع کردید آغاز کنندش بودید، پایان دهنده این راه باید باشید، باید کار رو تموم کنید، باید کار رو تموم کنید. هر کس به ما پیوست خوش آمد، بازار اومد خوش آمد، ارتشی اومد خوش آمد، پاسدار و بسیجی اومد خوش آمد، حزب اللهی اومد خوش آمد، آخوند اومد خوش آمد، آغوش میهن پرستان تا روزی که ما کشور رو در دست بگیریم، تا اون روز آغوش ما به روی شما بازه. روزی که تلویزیون و رادیو گرفته شد، آن روزی که میدان شهیاد توسط میهن پرستان تسخیر شد، دیگه آغوش بسته میشه. از اون روز به بعد بقیه‌تون باید بین در برابر میز دادگاه ملی و باید پاسخ بدید. بدطوری هم باید پاسخ بدید. هیچ عفوی در کار نیست، هیچ بخششی در کار نیست، هیچ کس نمیتونه شماها رو ببخشه. این انقلاب، انقلاب مستضعفین است، این انقلاب مستضعفین بر علیه مستکبرینه، این انقلاب کوخ نشین بر علیه کاخ نشینانه. خوب گوش کنید که نشستید با مال اموال مردم دارین حال میکنید. فک و فامیل رفسنجانی، لاریجانی، قالیباف و بقیه اراذل اوباش، چشماتون و ملت کار، ملت به جمهوری اسلامی پیروز خواهید دید. امیر و مادرش لطف و محبت کردن، از اوهایو 25 دلار، سپاس از شما. حمید عزیز از برلین 30 دلار، سپاس از شما. حمید گلبانو مهتاب گرامی 100 دلار برای پایداری ایران آریایی، لطف و محبت کردید. جمشید سرباز گارد شاهنشاهی 52 دلار، دست درد نکن آقا جمشید گل. آقای سیامک از یوتا 50 دلار، سپاس از شما. طرفدار پادشاهی پارلمانی به پادشاه علی‌الحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم 100 دلار، دست شما درد نکنه. سپاس از شما. آقا فرشاد گل اورنج کانتی 100 دلار، خیلی از شما هم سپاسگزاریم. آقای اسد آلمان به یاد همدان و بچهای همدان 30 دلار، سپاس از شما. و سرکار بانو زهرا از بالتیمور هم 100 دلار. بچه‌ها متشکریم، دست گل همتون درد نکنه. بله، و همین الان هم توتی عزیز 30 دلار، توتی عزیز و گرامی ما هم 30 دلار، خیلی هم از شما سپاسگزاریم. توتی بسیار عزیز و گرامی یاد یه ترانه آقای وفایی خونده بود، امیدوارم سلامت باشن. توتی قشنگم، توتی قشنگم. به هر حال سپاسگزارم از شما و بازم سپاس از جناب مهندس یاوش گرامی. شاد و پیروز باشید. به همه شما عزیزان شب بخیر میگم، امیدوارم که همه ایران فردا به پا بخیزه، که ما دوشنبه بیایم و فیلم ها رو پخش کنیم تا ایرانمون رو نجات بدیم. 100 روز در خیابان ها و هزاران سال آزادی با بازگشت پهلوی است. پاینده باد ایران. جاوید شاه، کدوم شاه؟ رضا شاه دوم پهلوی سوم. ما زن و مرد جنگیم، ما بچه های جنگیم، به جنگ تا به جنگیم. به زودی زود میکشیمتون از منبر خون پایین. پاینده ایران جاوید شاه. سپاسگزارم.